آرمان سلام. سلام آرمین جان، حالت چطوره؟ خوبی؟ خوبی؟ مرسی مرسی. فکرم یک دکتر اسکول سوال داشت، میخواستن بپرسن. آها راست میگی، یادم رفت یادم رفت، مرسی یادم آوردی. بذار با هم جواب بدیم. کجا رفت اینا؟ مرسی که گفتی. خب دکتر اسکول، مرسی، ممنون دوباره از سوپر چتت. دکتر اسکول داره میگه خیلی ها میان توی موبایل گیم، آها یعنی قمار، بازی قماری فکر کنم تو موبایل داره میگه، این اپ پرچس انجام میدن، مثلا کلاه میخرن واسه پلیرشون. آها آها آره. من فینگلیسی خوندم زر سر. خیلی فرق زیادی نمیبینم بین اون و سلات ماشین سرویس در نهایت فروش لذت. ببینید، من با سلات ماشین به طور مطلق خودم هیچ، من از از اخلاقی سلات ماشین مشکلش این که از کسایی که سوء استفاده میشه، خب کسایی که اعتیاد دارن به قمار و کسایی که نمیدونن احتمال بردشون چقدره، خب. ولی اگه یک، اگه کسی مثلا، من اگه وارد یک کازینو بشم، من میدونم اگه مثلا $10 بذارم توی این ماشین بکشم، به احتمال زیادی پولمو پس نمیگیرم، یعنی احتمال بیشتر به نفع چیز هست، به نفع کازینوه، علیه منه. خب هرچی بیشتر بازی کنم بیشتر کازینو میبره و کمتر من میبرم. ممکنه یه دفعه بازی کنم کلی ببرم، ولی اگه همجوری ادامه بدم در نهایت کازینو برنده است. میگه the house always wins، یعنی کازینو همیشه میبره. خب ولی اگه من اینو میدون، اگه اعتیاد نداشته باشم و اگه احتمال پیروز رو میدونم و فقط دارم برای یه بازی کوتاه مدت، برای اینکه مثلا فرض کنم اومدم لاس وگاس، میخوام ببینم مثلا اینجا قشنگه، نور رو چه میدونم، دستگاه ها قشنگه، شلوغه، صداها زیباست، هیجانه، دارم بازی میکنم، انتظارم ندارم ببرم، میگم ده بخوام $20 بازی کنم، این $20 لذتی که ازش میبرم حاضرم همش از دست بدم. یعنی مشکل اگه همه این $20 از ببازم، فقط یه تجربه میخواستم بکنم، تجربه رو کردم که تو لیست تجربه های زندگیم باشه که یه لذتی هم ازش ببرم. یعنی اگه با این انتظار که الان میبرم برم، خب یه توهمی دارم، برای همین داره از من سوء استفاده میشه. ولی اگه برم فقط برای یه لذتی که چیزی هم قرار نیست ازش بگیرم، فقط میدونم مثلا من میگم $20 رو میتونستم پول بدم یه فیلم برم نگاه کنم تو سینما، حالا دارم برای این میدم، همون لذتی که مثلا میتونستم با $20 یه فیلم تو سینما بگیرم، الان میخواستم اینا تو وارد تجربه بشه. تو این شکل به نظر من مشکلی نداره. خب برای همین هم من میگم قانون باید باشه تو کازینوها که به همه توضیح داده بشه که احتمال پیروزی شما چقدره، که اینم احتمالش قانون نمیشه، برای همه کازینوها برشکست میشن اگه اینا به خوبی توضیح داده بشه به کسایی که دارن بازی میکنن. و همین دلیلم هم توی بازی کامپیوتری، خب اگه یه نفر مثلا داره بازی کامپیوتری میکنه و مجانیه و پولی که دارن درش میارن، مثلا شما یه لباس میخرین که مثلا تفنگ تو قشنگتر میشه، یه چیزایی میخرین که اصلا تو فقط تو دنیای مجازیه و تو دنیای واقعی وجود نداره. بعضیا میگه این چه بیخوده، شما دارین مثلا یه تفنگ قشنگ، لباس تو قشنگ میشه، برای این داره پول میدین. خب ببین اگه کسی مثلا به این اعتیاد داشته باشه، همینجوری پولایی که نداره رو کریدیت کارت میذاره خرج میکنه، رو چیزایی که کلی هم مثلا وقت داره میذاره روش که مثلا از زندگیش گرفته، خب این مشکل داره. ولی اگه یه نفر به طور سالم داره بازی میکنه، یه لذتی از این بازی میبره و یه پولی که داره خرج میکنه، پولی که حاضر از دست بده، قرض مثلا رو کریدیت کارتش هم نمیذاره، قرض میگه، میدونه که لذتی که مثلا فرض کن $15 داره میده که یک لباس قشنگتر تو این بازی داره، میدونه لذتی که از این داره میگیره از اون $15 که داره خرج میکنه واقعا حساب کرده تو ذهنش بیشتره. به نظر من اونم مشکل نداره. مشکل کسایی بچه‌هایی هستن که مثلا اعتیاد پیدا کردن به این بازی ها، از کریدیت کارت پدر مادرشون دارن استفاده میکنن، مثلا $300 کلی پولی که کسایی که مثلا پول اصلا ندارن، هیچ سیوینگی ندارن و دارن اصلا تو قرض هم هستن، ولی دارن بازم تو این دارن خرج میکنن. این بازی ها از اونا، از این اشخاص داره سوء استفاده میکنه. به نظر من قوانینی باید وجود داشته باشه که این سوء استفاده ها نباشه، برای اونا رو من قبول دارم. ولی از اینکه اگه کسی کاملا محاسبه کرده باشه که لذت این چقدره، هزینه چقدره، اعتیاد هم نداشته باشه و ببینه که لذتش از هزینش بیشتره، به نظر من مشکلی نداره. دکتر اسکول داره ادامه میده، میگه همه اینا رو واسه این میپرسم چون پیشنهاد همکاری دارم توی پست
خیلی بالای مدیریتی بذار من بخونم. بگو تو بخون. توی پست خیلی بالای مدیریتی توی یکی از این شرکت ها که قانونی این کارا رو انجام میدن. خب ببین، من به نظرم این شرکت ها حتی اگه قانونی، قانون بر اساس کافی وجود نداره که اینا رو اخلاقی بکنه. من فکر نمی کنم که شرکتی داوطلبی بیاد اینا رو اخلاقی بکنه، چون اگه داوطلبی بدون قانون بیاد اخلاقی بکنه، سودش از همه شرکت های دیگه کمتر میشه. میدونی نظر میشه؟ یعنی level playing field نیست، یعنی به نظرشون انصافانه نمیاد. یعنی چیزای اخلاقی میذارن که باعث میشه که مردم کمتر خرج بکنن روی این بازی. خب بازیای دیگه که این کارا رو نکردن از اینا میافتن جلو. به نظر من باید به جای اینکه این باید قانون بشه، یه سری مثلا گوگل بازی جایی که اپا رو میگیرید، مثلا توی آیفونتون یا اندرویدتون، این اپا رو اونا باید بیان قانونا رو بذارن که نمیذارن، برای اینکه کلی توش پول هست این چیزا. آره خب بریم سراغ سوالا. مرسی از سوپر چتات دکتر اسکول. ببین من فاش نمیدم به دکتر اسکول، این اسم خودشه، خودش این اسم گذاشته.